بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خداوند رو سپاسگزاریم به خاطر نعم بیشمارش و به خصوص نعمت قرآن کریم و توفیق حفظ قرآن و خدمتگزاری به قرآن، که امیدواریم انشاءالله تا پایان عمر از این توفیق بهرمند باشیم همگی و در آخرت هم همنشین قرآن باشیم. سلام هم عرض میکنم خدمت شما مخاطبین عزیز، علاقمندان به حفظ قرآن. در جلسه قبل کلیاتی رو از بحث حفظ قرآن خدمت شما عرض کردم و عرض شد که در سه محور کلی چیستی، چرایی و چگونگی حفظ انشاءالله مطالبی رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. اما همطور که عنوان کردم، از چرایی حفظ آغاز کردیم، نکاتی رو درباره برکات حفظ و انس با قرآن خدمت شما عرض کردم. امروز هم نکاتی رو از کلام معصومین علیهم السلام و سیره اولیا و علماء گرانقدر خدمت شما عرض میکنم. حفظ قرآن از صدر اسلام مورد توجه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمانان و پس از اون هم مورد توجه ائمه اطهار علیهم السلام بوده. وقتی که به سیره نبوی مراجعه میکنیم، اولین گام در آموزش قرآن حفظ قرآن بوده و در یک مجموعه از آموزش هایی که پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله داشتند، حفظ قرآن جایگاه ویژه‌ای داشته. بسیاری از مسلمانان قرآن رو در بدو نزول حفظ می‌کردند و با این روش هم خودشون با قرآن مأنوس بودند و هم محافظت از قرآن و رساندن قرآن به نسل بعد رو بر عهده داشتند. خب کتابت قرآن کمتر مورد توجه مسلمانان بوده، البته عده‌ای به این کار اقدام می‌کردند، اما از اونجایی که سطح سواد و توانایی کتابت کم بوده و پایین بوده، حفظ قرآن جایگاه بسیار ویژه‌ای داشته. شیوه و سیره پیامبر بر این بوده که قرآن دانی و ارتباط مستمر با قرآن و درس گرفتن از کلام الهی همراه با حفظ آیات مورد توجه ایشون بوده و مسلمانان به این کار اقدام می‌کردند. احادیث متعددی رو از رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و اهل بیت در رابطه با حفظ قرآن داریم که من بعضی از اونها رو حضور شما میخونم. حتما اگر تحقیق کنید و بررسی کنید، تعداد بیشتری رو خودتون دست پیدا خواهید کرد. رسول گرامی اسلام فرمودند: من اعطاه الله حفظ کتابهی فظن ان احدا اعطی افضل مما اعطی فقد غمط افضل نعمه. یعنی هر کس که خداوند حفظ کلام خود رو به او عطا کنه و ببخشه و سپس گمان کنه که به کس دیگری چیزی بهتر داده شده، با فضیلت ترین نعمت رو خار و کوچک شمرده. شاید به ذهن بعضی برسه که وقتی رو که میخوان صرف حفظ قرآن بکنند، اگر صرف کار دیگری بکنند به توفیقاتی دست پیدا خواهند کرد. گرچه بعید نیست که در زمینه‌هایی هم موفقیت‌هایی پیدا کنند و نمیخوایم بگیم که موفقیت‌های دیگه دارای اهمیت نیستند، اما بسیاری از اوقات ما به بتالت و بیهودگی صرف میشه و اگر حتی تصمیم بگیریم که در کنار حفظ قرآن تحصیلات دیگه یا کارهای دیگر رو هم انجام بدیم، به نظر مثل خیلی از ما این توانمندی رو داریم. الان بسیاری از حافظان قرآن هستند که اینها علاوه بر حفظ قرآن در رشته‌های متعدد دانشگاهی یا حوزوی دارای تحصیلات بسیار خوبی هستند یا مشاغل خیلی کلیدی و ویژه‌ای رو در اختیار دارند. یعنی می‌خوایم بگیم حفظ قرآن مانع پیشرفت انسان در زمینه‌های دیگر نیست. اما اگر فرض کنیم که حفظ قرآن در واقع
بخش عمده ای از وقت ما رو به خودش اختصاص میده و به هر حال ما رو از رسیدن به خیلی هدفهای دیگه باز میداره. به هر حال این حفظ قرآن ارزشمندتر هست و جایگاه ویژه‌ای داره. در حدیث دیگری رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله فرمودند: اغنى الناس حملة القرآن من جعله الله تعالی فی جوفه. یعنی بی‌نیازترین مردم حافظان قرآن هستند، همان کسانی که خداوند متعال قرآن را در وجودشان قرار داده. البته مطمئناً منظور از حافظ قرآن در این احادیث حفظ تنها الفاظ قرآن نیست، در واقع یک حفظ تکمیل و تکامل یافته است، یک حفظی که در کنار حفظ الفاظ به معانی هم توجه شده و در وجود حافظ قرآن تأثیر خودش رو گذاشته. حدیث دیگری رو هم قرائت میکنم انشاءالله به عنوان آخرین حدیثی که تقدیم میکنم خدمت شما، اما همینطور که عرض کردم میتونید مطالعه کنید و احادیث بیشتری رو ببینید. قال رسول الله صلوات الله علیه و آله و سلم: من قرأ القرآن عن حفظه ثم ظن ان الله تعالی لا یغفره فهو ممن استهزأ بآیات الله. کسی که قرآن را از حفظ بخواند و گمان کند خدای تعالی او را نمی آمرزد، در شمار کسانی است که آیات الهی را به تمسخر گرفته‌اند. یعنی جایگاه حفظ ببینید که چقدر رفیع هست و ویژه هست و حافظان قرآن از چه توفیقی برخوردار هستند. خب علاوه بر احادیث، ما در سیره علما و سخنان اونها حفظ قرآن رو به طور ویژه مشاهده میکنیم. سید ابن طاووس به فرزند خودش وصایایی داره که او رو به سه کار تشویق میکنه: یک، دانستن کلام عرب و کلام قرآن، عربی رو توصیه میکنه به فرزندش که یاد بگیره. دو، داشتن خط خوب، آموزش دیدن خط نیکو. و سوم، حفظ قرآن، و به فرزند خودش زمانی که به سن تکلیف میرسه توصیه میکنه که قرآن رو حفظ کن. در سیره آیت الله العظمی گلپایگانی، مرحوم آیت الله گلپایگانی هم همین رو میبینیم که در واقع ایشون به حفظ قرآن بسیار اهتمام داشتند و حتی طلبه هایی که حافظ قرآن بودند ایشون به اونها شهریه هم میداد. الان هم در حوزه علمی قم همین روال چند سالیست که ادامه داره. در کلام مقام معظم رهبری به عنوان یک مرجع دینی هم به وفور شما بحث حفظ قرآن رو میشنوید و توجهی که ایشون به بحث حفظ قرآن دارن و تشویق میکنند برای تربیت حافظان قرآن. من خودم در خدمت یکی از عالمان حدیثی بودم، مرحوم استاد علی اکبر غفاری، که ایشون نسبت به علم حدیث و اسناد و متون احادیث بسیار متبحر بودند و تحقیقاتی داشتند. روزی خدمت ایشون رسیدم سالهای گذشته و از ایشون پرسیدم که آیا احادیثی که درباره حفظ قرآن در کتب مختلف شیعی هست، آیا این احادیث از نظر شما که محقق هستید اعتبار داره و ما آیا حدیثی درباره حفظ قرآن داریم؟ ایشون فرمودند حدیث داریم درباره حفظ و بسیار زیاد حدیث داریم. بنابراین به هر حال این قطعی است که حفظ قرآن جایگاه ویژه داره. البته همطور که عرض کردم یک حفظی که از ابعاد مختلفی هم برخوردار هست. خب امیدوارم که آنچه که ذکر شد انگیزه در شما ایجاد کرده باشه برای حفظ قرآن یا افزایش محفوظاتتون. اینجا ما لازم هستش که وقتی وارد این بحث شدیم چیستی حفظ رو هم کمی با هم گفتگو کنیم. در واقع حفظ قرآن چیست؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1384 تعریف خودش رو از حافظ قرآن
به این صورت که خدمتون عرض میکنم ارائه کرده. حافظ قرآن کسی است که بتواند قرآن را به صورت صحیح، روان، فصیح همراه با درک معنا از حفظ بخواند. همونطور که متوجه شدید در این تعریف ما 5 عامل و 5 جزء می‌بینیم. حافظ قرآن کسی است که بتواند قرآن را صحیح بخواند، یعنی اشتباهات در تلاوتش نباشه، اشتباهات اعرابی، کلمه‌ای، عبارتی یا هر نوع اشتباه دیگری. بتواند قرآن را روان بخواند، یعنی بدون تکلف و پشت سر هم و وقتی که تلاوت میکنه که انه آیات رو از روی قرآن روان میتونه تلاوت کنه. سوم، حافظ قرآن کسی است که بتواند قرآن را فصیح بخواند، یعنی نصابی از مثلا لحن و نحوه تلاوت عرب رو در تلاوت خودش داشته باشه. همچنین حافظ قرآن کسی است که قرآن رو با درک معنا بخواند. این نکته بسیار مهمه، یعنی وقتی که قرآن رو تلاوت میکنه درصد قابل توجه و قابل قبولی از آنچه که خوانده متوجه بشه و متوجه پیام الهی در حد خودش بشه. و پنجمین جزء همین هستش که از حفظ بخواند که مشخصه. بنابراین حافظ قرآن کسی است که قرآن را صحیح، روان، فصیح با درک معنا از حفظ بخواند. همونطور که از اجزاء این تعریف پیداست، اگر یک حافظ قرآنی قرآن را این گونه حفظ کنه و بخونه، به نظر میرسه که حفظ او تکمیل شده هست و میشه او را یک حافظ خوب و قابل قبول خواند و قبول کرد. و در این صورت هستش که اون انسی که از اون صحبت میکنیم در حافظ قرآن اتفاق میفته و اون تدبری که مقام معظم رهبری فرمودند هدف ما از حفظ قرآن تدبر در قرآن هست، برای این نوع حافظان قرآن به راحتی اتفاق میفته. این تعریف رو اگر با هم توافق کنیم و توجه داشته باشیم، چگونگی حفظ قرآن هم برمیگرده به همین تعریف. یعنی اگر ما این 5 جزء تعریف رو در نظر بگیریم، باید روشی در حفظ رو اتخاذ کنیم که به این 5 جزء در اون روش توجه شده باشه و برای هر کدوم از اینها در اون چگونگی و اون روش به اصطلاح یک برنامه دیده شده باشه. اگر معلمی شاگردان خودش رو برای حفظ قرآن تربیت میکنه، به این اجزا باید توجه کنه، و اگر کسی خودش برای خودش برنامه حفظ قرآن داره، باید به این اجزا توجه کنه. حتما میدونید که طرح اعطای مدرک به حافظان قرآن هم بر اساس همین تعریف طراحی شده و اجزا اون طرح و آزمون‌های طرح بر اساس این تعریف طراحی شدند و الحمدلله سال‌هاست که در حال اجرا هستند. خب این مباحثی که تاکنون داشتیم مباحث تئوری و نظری در چیستی و چرایی حفظ هست. انشالله از جلسه آتی باید وارد بحث چگونگی حفظ بشیم، مقدمات حفظ، روش حفظ و روش نگهداری محفوظات، مطالب بسیار مهمی هستند که انشالله در برنامه آتی مفصلتر به اونها خواهیم پرداخت. امیدوارم در پناه قرآن کریم پیروز و موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.